سفری به درون. واقعیت معنوی شما را به سفری منحصر به فرد می برد، سفری که زندگی شما را تغییر خواهد داد، سفری پربار که به شما دانش و برکت خواهد بخشید. واقعیت معنوی برنامه است در باب مراقبه و تجارب آن. مادامی که این برنامه را تماشا می کنید کاملا راحت و رها باشید، تنها برنامه را نظاره کنید، تنها با آن سیلان پیدا کنید، در آن غوطه ور شوید، سعی نکنید آن را تحلیل کنید، کاملا با آن باشید. اگر فکری به سراغ شما آمد آن را دنبال نکنید، یک نفس عمیق بکشید، تنها با نفستان باشید، این کار فقط به خاطر شماست. ما در عالم هستی تنها ذره‌ای بیش نیستیم. هر یک از ما در زندگی به دنبال آگاهی، سلامت، آرامش، دانش، سعادت، هماهنگی و فراتر از هر چیز خواهان یک زندگی شاد و پربرکت در هر زمان و هر موقعیت هستیم. همه سخت در تلاشند تا به چنین شرایطی دست یابند، اما آیا چنین امری می تواند تحقق یابد؟ آری، ممکن است. و اما این هم تنها با درک انرژی کیهانی و خودشناسی امکان پذیر است. اینک اجازه دهید تا به انرژی کیهانی بپردازیم. انرژی کیهانی در تمام کیهان وجود دارد. این انرژی پیوند میان کهکشانها، سیارات، انسانها و مولکول هاست. انرژی کیهانی فضای بین همه چیز هاست. این انرژی پیوندی است که نظم تمام جهان را برقرار می کند. انرژی کیهانی نیروی حیات است. انرژی کیهانی برای نگهداری نظم حیات ما و همچنین توسعه آگاهی ما ضرورت دارد. انرژی کیهانی اساس تمام حرکات و اعمال ماست. ما مقداری از انرژی کیهانی را در خواب عمیق و نیز در سکوت کامل دریافت می‌کنیم. ما برای انجام فعالیت‌های ذهنی‌مان همچون دیدن، سخن گفتن، شنیدن، فکر کردن و نیز تمام حرکات بدنی‌مان از انرژی کیهانی سود می‌جوییم. اما انرژی محدودی که در زمان خواب به دست می‌آید برای چنین فعالیت‌هایی کافی نیست. به این دلیل است که ما احساس بی‌رمقی، خستگی و کوفتگی می‌کنیم. این امر منجر به استرس جسمانی، ذهنی و تمام انواع بیماری‌ها می‌شود. تنها راه مقابله با این امراض دستیابی هرچه بیشتر به انرژی کیهانی است. انرژی کیهانی برای حفظ و نگهداری حیات ما، داشتن بدنی سالم و شاد، مشارکت کامل در تمام موقعیت‌های زندگی، به دست آوردن دانش و نهایتاً توسعه آگاهی ما ضرورت دارد. انرژی وافر کیهانی
تنها از طریق مراقبه به دست می آید. مراقبه خواب، مراقبه ناخودآگاهانه و مراقبه خواب آگاهانه است. ما در خواب میزان محدودی از انرژی را دریافت می کنیم و در مراقبه میزان نامحدودی انرژی به دست می آوریم. این انرژی نیروی جسمانی، ذهنی و عقلانی ما را تقویت می کند و در را به روی حس ششم و فراسوی آن باز می کند. با این انرژی تقویت شده از طریق مراقبه ما راحت و رها، تندرست و شاد خواهیم بود. همین انرژی به ما کمک می کند تا در قلمرو جسمانی به مراحل بالاتری برسیم. مراقبه چیزی نیست مگر سیر آگاهی انسان به سوی شخصیت یا خود واقعی او. در مراقبه ما آگاهانه به سفر می رویم، سفری از جسم به ذهن، از ذهن به هوشیاری، از هوشیاری به خود واقعی و فراسوی آن. اولین مرحله در مراقبه طرز قرار گرفتن درست بدن است. شما می توانید به هر نحوی بنشینید. طرز نشستن باید راحت و با ثبات باشد. می توانیم روی زمین یا صندلی به مراقبه بپردازیم. ما می توانیم در هر کجا که احساس راحتی می کنیم مراقبه را انجام دهیم. راحت بنشینید. به حالت چهار زانو و انگشتان دست را در هم قفل کنید. اینک چشمها را ببندید. تمام مکالمات درونی و یا بیرونی را متوقف نمایید. فقط راحت و رها، کاملا رها، تمام بدنتان را وانهاده کنید. هنگامی که پاها را به صورت چهار زانو درآورده و انگشتان دست خود را در یکدیگر قفل می‌کنیم، جریان انرژی برقرار می‌شود و ثبات بیشتری فراهم می‌سازد. چشم‌ها دریچه‌های ذهنند، لذا چشم‌ها باید بسته باشند. ذکر گفتن یا هر گونه مکالمه درونی یا بیرونی از فعالیت‌های ذهنی هستند، بنابراین باید متوقف شوند. هنگامی که بدن وانهاده می‌گردد، آگاهی به حوزه بعدی یعنی ذهن و هوشیاری سفر می‌کند و ذهن چیزی نیست مگر دسته‌ای از افکار. همواره افکار متعددی وجود دارند که به سطح ذهن می‌آیند و هرگاه افکار به ذهن هجوم آورند، سوالات بسیاری برای من پیش می آید، دانسته یا نادانسته. به منظور پیشی گرفتن و عبور از ذهن هوشیاری، شخص باید مشاهده‌گر تنفس خود باشد. مشاهده کردن جزو ماهیت خود واقعی است، لذا فرد باید تنها شاهد تنفس باشد. تنفس را خودآگاه انجام ندهید. به دم و بازدم آگاهانه بپردازید. بگذارید دم و بازدم خود به خود اتفاق بیفتد. فقط نظاره‌گر جریان تنفس عادی خود باشید. این کلید اصلی است. راه این است.
افکار را دنبال نکنید. به کنکاش، سوالات و یا افکار نچسبید. رشته افکار را قطع کنید. به تنفس بازگردید. تنفس عادی خود را مشاهده کنید. با تنفستان همراه باشید. آنگاه تراکم افکارتان کاهش می‌یابد و تدریجاً تنفس کمتر و کوتاه‌تر می‌گردد. نهایتاً تنفس به کمترین وضعیت رسیده و همچون پیکانی ما بین ابروان جای می‌گیرد. در این حالت فرد دارای هیچ تنفسی و فکری نخواهد بود. او حالا کاملاً تهی از افکار است. این وضعیت به نیرمال استیتی یا وضعیت بی‌ذهنی موسوم است و این حالت را مراقبه می گویند. در این وضعیت ما در معرض بارشی از انرژی کیهانی قرار خواهیم داشت. هرچه بر میزان مراقبه افزوده شود، شخص انرژی کیهانی بیشتری دریافت می کند. این انرژی کیهانی در سراسر کالبد انرژی جریان می یابد. کالبد انرژی به نام کالبد اثیری یا اتری هم خوانده می شود. کالبد انرژی این کالبد شامل بیش از 72,000 نادی یا مجرای انرژی است که در سرتاسر بدن گسترش یافتند. منشأ تمامی این مجاری انرژی از نقطه ای واقع در بالای سر آغاز می شود. این منطقه از سر به نام برهما رندا خوانده می شود. این نادی ها در سراسر بدن همچون ریشه ها و شاخه های یک درخت پراکنده شدند. کالبد انرژی شاروده اصلی طرح زندگی ماست. کالبد انرژی منبع اصلی تمام اعمال ما و حتی وجود ماست. کالبد انرژی ما در خلال خواب عمیق و مراقبه انرژی کیهانی دریافت می کند. ما از این انرژی برای انجام فعالیت‌های بدنی و ذهنی من همچون دیدن، سخن گفتن، شنیدن، فکر کردن و تمامی حرکات جسمانی استفاده می کنیم. اساس تمام این اعمال مبتنی بر دریافت انرژی کیهانی است. جریان یافتن انرژی کیهانی به درون بدن اتری رابطه مستقیم با افکار ما دارد. هنگامی که درگیر افکارمان هستیم، راه ورود این انرژی مسدود می گردد. به عبارت دیگر، افکار ما تبدیل به موانعی بر سر راه انرژی کیهانی می گردند.
هنگامی که جریان ورود انرژی کاهش می‌یابد، انرژی در مجاری انرژی تخلیه گردیده و موجب ایجاد قفل‌های اتری در مجاری انرژی می‌شود. این قفل‌های اتری تدریجاً منجر به بروز بیماری در کالبد جسمانی می‌گردند. به عبارت دیگر، علت اساسی همه بیماری‌ها فقدان انرژی در کالبد اتری است. در مراقبه انرژی کیهانی فراوانی دریافت می‌کنیم. این انرژی به شدت به درون تمامی مجاری انرژی در کالبد انرژی جریان می‌یابد. هنگامی که انرژی کیهانی در حال عبور از مجاری انرژی است، به دلیل شدت جریان آن تمامی قفل‌های اتری پاکسازی می‌شوند و زمانی که قفل‌های اتری تمیز شوند، بیماری‌های ما نیز برطرف می‌گردند. هنگامی که ورود جریان شدید انرژی به بدن از طریق برهمراندا آغاز می‌شود، ما در ناحیه سر یا در تمام بدن احساس سنگینی می‌کنیم. هنگامی که انرژی در حال تمیز کردن و پاکسازی مجاری انرژی در ناحیه خاصی از بدن باشد، ممکن است در آن ناحیه احساس خارش یا درد دست بدهد. ما دیگر نیازی به مصرف دارو برای برطرف ساختن دردهای ما نداریم. این دردها تماماً با انجام دادن بیشتر مراقبه از بین خواهند رفت. با دریافت هرچه بیشتر انرژی کیهانی از طریق مراقبه، از تمامی بیماری‌های جسمی و ذهنی‌مان رها می‌شویم. چنانچه فردی درون هرم به مراقبه بنشیند، حالت مراقبه‌ای برایش سه برابر زودتر از وضعیت عادی اتفاق می‌افتد. اینک بیایید به هرم و نیروی هرم بپردازیم. قدرت هرم. هرم باثبات‌ترین ساختار در سیاره زمین است که بیشترین میزان انرژی کیهانی را دریافت می‌کند. و هرمی که با زاویه‌ای معادل 52 درجه و 51 دقیقه شکل می‌گیرد، بیشترین میزان انرژی کیهانی را دریافت می‌کند. هرم می‌تواند از هر جنسی ساخته شود. جنس مواد هرم تأثیری در میزان دریافت انرژی کیهانی ندارد. چهار وجه هرم باید دقیقاً در راستای جهات اصلی جغرافیایی، یعنی شمال، جنوب، شرق و غرب قرار گیرد. انرژی کیهانی در ارتفاع 1.3 از قاعده هرم تراکم می‌یابد. این نقطه به نام شاهنشین معروف است. حد اکثر انرژی کیهانی در شاهنشین هرم وجود دارد که از آن طریق در سرتاسر هرم منتشر می‌گردد. گذاشتن یک سنگ کریستال در تاج هرم انرژی کیهانی دریافتی را چندین برابر نموده و آن را در داخل هرم منتشر می سازد. به وضعیت بیذهنی یا نیرمال استیتی در هرم سه بار زودتر از مکانهای دیگر
می توان رسید. از هرم می توان برای برقراری ارتباط با فرکانس ها یا بسامد های بالاتر استفاده کرد. مراقبه کردن درون هرم به درمان بیماری ها و رسیدن به انواع تجارب مراقبه ای کمک می کند. بیایید به مرور آنچه که تاکنون آموخته ایم بپردازیم. مراقبه سفری به سوی شخصیت یا خود واقعی است. به منظور نیل به این هدف باید از قلمرو جسم و ذهن فراتر رفت. با اتخاذ یک وضعیت بدنی مناسب و راحت جسم ما کاملا وانهاده می شود. این امر سهولت فرارفتن از قلمرو آگاهی جسم را موجب می گردد. با مشاهده کردن تنفس عادی و طبیعی من از ذهن نیز فراتر می رویم. هنگامی که به فراسوی جسم و ذهن می رویم، آنگاه انرژی کیهانی سیلان می یابد. انرژی کیهانی بدن را از تمامی بیماری ها پاکسازی می کند. ما از این طریق بی هیچ دارویی تندرست خواهیم بود. با افزایش بیشتر و بیشتر انرژی کیهانی تمامی تنش ها و استرس های ذهنی برطرف می گردد. همچنان که ما به انجام بیشتر و بیشتر مراقبه می پردازیم، ذهن آرام گشته و وسعت بیشتری می یابد. این امر منجر به افزایش نیروی حافظه می شود. مراقبه بیشتر موجب افزایش توانایی درک می گردد، به طوری که این توانایی سبب می شود تا روابط اجتماعی مطلوبی با دیگران برقرار سازیم. مراقبه به نشاط زندگی خانوادگی می افزاید. ذهن آرام می گیرد و شما را تندرست و صلح‌جو می سازد. مراقبه به ما کمک می کند تا پاسخ تمام سوالاتمان و حل تمامی مشکلاتمان را پیدا کنیم. بدین منظور و هم فراتر از آن باید همه روزه به مراقبه بپردازیم. مراقبه را می توان در هر مکانی انجام داد. مراقبه را می توان در هر زمان، حتی در خلال سفر نیز انجام داد. زمان هر مراقبه باید متناسب با سن افراد صورت پذیرد. مثلا یک مرد 30 ساله باید دست کم 30 دقیقه در هر نشست به مراقبه بپردازد. مراقبه کردن مستلزم ترک زندگی خانوادگی نیست. همه باید مراقبه کنند و کودکان بهترین مراقبه گرانند. آنها قادرند مراقبه را از سن 5 سالگی آغاز کنند. برای مراقبه کردن ما نیازمند آن نیستیم که به دنبال استاد یا گروه جسمانی بپردازیم. گروه و یا استاد در درون ماست. تنفس شما گروه شما و استاد شماست. این امر در مورد همه صدق می کند.
مراقبه شما را به قلمرو دانش برتر رهنمون می سازد. هرچه بیشتر مراقبه کنیم انرژی بالاتری دریافت خواهیم کرد. انرژی بیشتر موجب می گردد دامنه مشارکت شما در هر زمینه‌ای افزایش یابد، که این خود منجر به دانش برتر می گردد. دانش موجب درک بیشتر و دریافت حکمت می گردد. این دانش به ما می آموزد که ما صرفاً جسم و ذهن نیستیم. ما موجوداتی معجزه آفرینیم که تمام وضعیت‌هایی را که با آنها مواجه می شویم درک می کنیم و تمام مشکلاتمان را با این درک بالا حل خواهیم کرد. انرژی برتر و دانش برتر آگاهی را دست می دهد. توسعه آگاهی هدف اصلی خود واقعی است. دانش برتر تنها از طریق حواس برتری همچون چشم سوم و کالبد اختری به دست می آید. هنگام فعال شدن چشم سوم در ناحیه پیشانی احساس خارش یا کشیدگی می کنیم. دیدن انباری از رنگ های گوناگون که در اطراف ما در حال چرخشند آغاز می شود. و ما صداهای مبهمی را می شنویم، همچون صدای قدم زدن. در این حال چون این احساس می کنیم که گویی در حال عبور از تونلی تاریک و سیاه هستیم. هنگامی که کالبد اختری با انجام مراقبه های بیشتر از انرژی کیهانی کافی برخوردار گردید، چشم سوم ما به کمال میرسد.
در اینجاست که ما تصاویری شفاف و واضح از این سیاره و سیارات دیگر دریافت می‌کنیم. در کمال چشم سوم چیزهای زیادی می‌بینیم که از وضوحی به مراتب شفافتر و بیشتر از دید فیزیکی برخوردارند. ما واقعیت‌هایی با فرکانس‌های دیگر را مشاهده می‌کنیم. چیزهایی را می‌بینیم که در قلمرو حواس پنجگانه ما حضور ندارند و چیزهایی را حس می‌کنیم که نمی‌توانیم با کلمات آنها را بیان کنیم و صداهایی را می‌شنویم که از منابعی متعلق به سایر فرکانس‌ها می‌آیند. استادانی را می‌بینیم که در آنجا به شکل جسمانی با ما نیستند و استادانی را می‌بینیم با شکل جسمانی به همان گونه که آنها را می‌شناسیم. و پس از انجام مراقبه های بیشتر آنها را آن نوری درخشان می‌بینیم. حتی با دیدن این نور درخشان می‌توانیم هویت آن استاد را احساس کنیم و می‌توانیم پیام های این اساتید را به خوبی بشنویم. احساس می‌کنیم در تونلی در حال حرکتیم که در پایان آن به نور می‌رسیم. تجربه چشم سوم می فهمیم که می توانیم پاسخ تمام مشکلاتمان را از طریق پیام استادان یا مشاهده واقعیات فرکانس های دیگر یا از طریق احساس بیابیم. با این تجربه کردار ما تغییر خواهد کرد، باورهای من دگرگون خواهد شد و درک ما دست خوش تحول خواهد گردید. پس از تجربه چشم سوم در میابیم که درک من از این سیاره فیزیکی تغییر یافته است. بیایید تا به ابزاری دیگر متعلق به خود، یعنی کالبد اختری بپردازیم. سفر اختری یا ستاره‌ای. کالبد اختری ابزار دیگری متعلق به خود است که برای درک واقعیات در فرکانس‌های متفاوت به کار می‌رود. کالبد اختری شکل دیگری از آگاهی است که در سراسر بدن جسمانی ما پراکنده شده است. ما
ما کالبد اختری را به صورت ناخودآگاهانه در خواب درک می‌کنیم و این پدیده را خواب دیدن یا رؤیا می‌نامیم. انسان می‌تواند در مراقبه تجربه‌های کالبد اختری را خودآگاهانه به دست آورد. کالبد اختری در فراسوی زمان و مکان سیر می‌کند. در مراقبه پس از دریافت مقدار زیادی انرژی کیهانی، آگاهی پراکنده شده در سراسر بدن شروع به حرکت کردن در راستای یک نقطه می کند. مادامی که آگاهی من در حرکت است، تکانهایی را در کالبد جسمانی تجربه می کنیم. احساس می کنیم که بدن من شناور است، اما دست ها و پاهای من را احساس نمی کنیم. احساس می کنیم بدن من به سبکی پر شده است. اینها را حرکت های اختری می نامند. انجام بیشتر و بیشتر مراقبه، انرژی کیهانی بیشتر و بیشتری دریافت می‌کنیم. آگاهی در شکل کالبد اختری شروع به چرخش بسیار نموده، موجب حرکت‌های شدید می‌گردد. پس از جنبش‌ها، کالبد اختری جدا شدن از کالبد فیزیکی را با رشته‌ای ارتباطی به نام بند سیمین آغاز می‌کند. بند سیمین چیزی نیست مگر آگاهی ما با آش بالا که پیام‌های کالبد اختری را به کالبد فیزیکی و بالعکس منتقل می‌سازد. بدین وسیله ما سفر اختری را تجربه می‌کنیم. سفر اختری، سفر آگاهی ما به فرکانس‌های شناخته شده و ناشناس است. با این سفر به والاترین دانش و شناخت از خود واقعی نائل می‌گردیم. در سفر اختری، کالبد اختری قادر به عبور از کلیه موانع فیزیکی و کلیه عناصر همچون خاک، آب، آتش، باد و اتر است. کالبد اختری می تواند به کلیه فرکانس های ابعاد دیگر بی هیچ محدودیتی دسترسی یابد. پس از خروج کالبد اختری از جسم، مراقب
مراقبه گر می تواند بدن فیزیکی خود را نظاره کند و بدین وسیله او درک زیادی به دست می آورد. یاد می گیرد که انسان تنها جسم نیست، بلکه جسم سکونتگاه وی است و این درکی بزرگ است. هر کسی می تواند سفر اختری را تجربه کند. با مسافرت زیاد محدودیت های من رفع گشته و خواهیم دانست که موجودی نامحدودیم. تنها به واسطه این تجربه است که درک می کنیم وجود ما یعنی آگاهی و این که ما نامحدودیم و ابعاد جدیدی از حیات را درک می کنیم. نیروانا با تمرین بیشتر و بیشتر مراقبه ما به انرژی کیهانی بیشتری دست می‌یابیم. این انرژی میزان مشارکت ما را در زمینه‌ای که بدان مشغولیم بالا می‌برد. با پرداختن کامل هرچه بیشتر به جسم، ذهن و خود واقعی ما به درک کاملی از موقعیت‌ها نائل می‌شویم. این درک چیزی نیست مگر دانش. یک انسان معمولی هر وضعیت را تنها تجربه می کند، اما از درک دانش نهفته در آن عاجز است، زیرا تجربه وی تنها با درک فیزیکی صورت می گیرد. حالان که یک استاد معنوی درک کاملی از هر وضعیت دارد. دلیل این امر آن است که استاد می داند هویت وی تنها در جسم نیست، بلکه جسم محلی است که وی در آن سکنا دارد. او آگاه است که این واقعیت ها به جهت تکامل وی است. پس از تجربه کردن کلیه تجارب مراقبه ای و به کار بستن آن در زندگی روزمره، به درکی بالا خواهیم رسید. این درک هزاران هزار در را به روی ما می گشاید و ابعاد جدیدی از نیروی تشخیص را در زندگی به ما ارزانی می دارد. در این راستا درک، قوه تشخیص و دانش ما به شدت افزایش یافته و منجر به توسعه آگاهی من می گردد و این چیزی نیست مگر حکمت. ما این وضعیت را به صورت نیلوفری طلایی رنگ با هزاران گلبرگ تجربه می کنیم. هر یک از این گلبرگ ها حاوی بعد جدیدی از ادراک است. با تمیز دادن هرچه بیشتر این ابعاد، ما به درک بیشتر و دانش افزون تری از موجودات دیگر جهان هستی دست می‌یابیم. با این دانش پی خواهیم برد که مرگی وجود ندارد و ما موجوداتی جاودانی هستیم و به چیستی زندگی و چرایی مرگ پی خواهیم برد. تولد، زندگی، مرگ و فراسویان. وجود ما آگاهی است. ما به عنوان ذره‌ای از آگاهی کیهانی به سیاره زمین وارد می شویم.
مادامی که از منبع در حال آمدنیم، از کالبد اختری به عنوان ساختار خود واقعی بهره می گیریم. ما به سیاره زمین می آییم تا تجربه ای بی نظیر داشته باشیم. برای انجام این تجربه رحمی را برمی گزینیم. والدین، محیط و اوضاع را انتخاب می کنیم. خود واقعی به کلیت طرح حیات واقف است. پس از گزینش مادر، آن ذره آگاهی خود واقعی وارد رحم مادر می شود. پس از ورود آگاهی به درون رحم مادر، حیات در جنین دمیده می شود. کالبد فیزیکی بنابر انرژی کیهانی موجود در کالبد اختری و بنابر علت آن شکل می گیرد. آگاهی تا زمان وقوع اولین تنفس جنین به کهکشان، به منبع اصلی مراجعه می کند. پس از تولد از رحم مادر، نوزاد اولین تنفس خارجی را انجام می دهد. این امر تولد نامیده می شود. از اولین روز تولد تا 7 سالگی ما از وجود منبع آگاهی داریم. ذهن از 7 سالگی شروع به شکل گیری نموده و در 14 سالگی کامل می شود. هوش یا فراست نیز از سن 14 سالگی شروع به فعالیت کرده و تا سن 21 سالگی به تکامل خود می رسد. از سن 21 تا 28 سالگی شخص ترکیبی از جسم، ذهن و هوش را تجربه کند. زندگی از سن 28 سالگی به بعد بستگی به خودشناسی دارد. چنانچه فرد هوشیاری و اطلاعی در مورد خود واقعی نداشته باشد، آگاهی وی در میان جسم و ذهن قرار می گیرد و بدین خاطر در دورنج وی آغاز می گردد. او نمی تواند اوضاع را آنگونه که هست درک کند و همه چیز برایش بحرانی می گردد. وی در قالبی بی انعطاف و مکتوم شکل گرفته و سخت می شود. این سخت شدگی و عدم انعطاف جریان انرژی کیهانی را مسدود می کند و از این روی وی از بیماری جسمی، استرس و تنش‌های گوناگون در رنج خواهد بود. او روزهای زندگی را در جهل سپری می سازد و نمی تواند به مقصود واقعی حیات پی ببرد. آنگاه او ایام کودکی را پشت سر گذاشته به دوران جوانی و سپس پیری می رسد و در پایان بی آن که به مقصود آمدنش به کره زمین رسیده باشد، این جهان را ترک می کند. این همان چیزی است که ما آن را مرگ می نامیم. حتی پس از مرگ، لایه‌ای از ذهن منجمد که دارای درکی غلط است اجازه مراجعه آگاهی به منبع را نمی دهد.
و به دلیل همین درک غلط جهنم و بهشت خیش را برپا ساخته و در آنجا به صورت موجود کم مقداری از جهان اختری به سر می برد. اما چنانچه فرد زندگیش را توأم با خود واقعی آغاز کند، همواره و در تمام شرایط زندگی قرین برکتی خواهد داشت. حتی پس از مرگ هم فرکانس های پایین را تجربه نخواهد کرد و به منبع باز خواهد گشت. با کسب دانش برتر از طریق چشم سوم، سفر اختری و دانش زندگی و مرگ، انسان به درک کاملی از جسم، ذهن، هوشیاری، خود واقعی و نیروی حیات خواهد رسید. او خواهد دانست که آگاهی ترکیبی از انرژی و دانش است. آگاهی به این سیاره خاکی می آید تا انرژی و دانش بیشتری به دست آورد و بیاموزد. اگر انسان همواره با چنین درکی زندگی کند، به درک بسیار برتری از هستی تمام آفرینش نائل خواهد شد. وی با چنین درکی به آفریننده‌ای معجزه‌گر بدل خواهد شد. آنگاه هر آنچه بگوید تجلی می‌یابد و هر آنچه بیندیشد متبلور می‌گردد و هر آنچه انجام دهد آفرینش خواهد بود. و این است حکمت.